سلام دوستان عزیز، فردین نوری هستم، یک تن از مشاورین در امور مهاجرین و پناهندگان در آلمان. امروز خواستم یک موضوع بسیار مهم دیگر را با شما دوستان در میان بگذارم که این موضوع عبارت است از انواع قبولی های پناهندگی در آلمان می باشد. البته که در این ویدیو در مورد قبولی سیاسی 3 ساله و قبولی 3 ساله مطابق به کنوانسیون ژنو صحبت خواهم کرد و در ویدیوی بعدی در مورد قبولی 1 ساله حفاظت فرعی و قبولی 1 ساله منع اخراج صحبت خواهم کرد. در حقیقت تصمیم گیری اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان روی پرونده های پناهجویان در آلمان نه تنها به اساس قوانین داخلی آلمان بلکه به اساس قوانین بین المللی و قوانین اروپایی نیز صورت می گیرد. به این دلیل علاوه بر قبولی 3 ساله سیاسی مطابق به قانون اساسی این کشور قبولی های دیگر نیز وجود دارند که این قبولی ها هر یک عبارتند از قبولی 3 ساله مطابق به کنوانسیون ژنو، قبولی 1 ساله فرعی و قبولی منع اخراج می باشند. و چنانچه قبلا برایتان یادآور شدم، در این ویدیو در مورد قبولی سیاسی 3 ساله و قبولی 3 ساله مطابق به کنوانسیون ژنو بحث صورت می گیرد. بله دوستان عزیز، بعد از این که شما در اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان درخواست پناهندگی می دهید، در صورت به دست آوردن یکی از این دو نوع قبولی ها در نتیجه و یا بیشاید درخواست پناهندگی شما که در قالب یک نامه به زبان آلمانی با ترجمه به زبان مادری شما از طرف اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان به شما فرستاده می شود، در آن نوعیت قبولی شما، دلایل قبولی شما و حقوق و وجایب شما با این نوع قبولی تذکر داده شده می باشد. در صورتی که شما قبولی سیاسی 3 ساله یعنی ازول انرکنونگ و یا ازول بغشتیونگ به دست بیارید، در نتیجه یعنی بیشاید درخواست پناهندگیتان که آن را از طرف اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان به دست می آورید نوشته می باشد که Der Antrag auf Asyl Anerkennung wird anerkannt، که این نوع قبولی به اساس ماده 16 الف قانون اساسی آلمان به افراد داده می شود که در کشور مبدأشان تحت تعقیب سیاسی بوده و به این اساس از کشورشان فرار کرده باشند. یعنی اگر این افراد به کشور خود برگردند، حقوق بشریشان به خاطر نژاد، دین و یا مذهب، ملیت و یا هم تعلق داشتنشان به یک گروه خاص اجتماعی و یا به خاطر نظر سیاسیشان به طور جدی نقض می‌گردد. و اساساً این تعقیب و تهدید باید از طرف دولت کشور مبدأ افراد وجود داشته باشد و یا از جانب عناصر غیر دولتی که منتسب به دولت باشند و یا هم از دولت نمایندگی کنند. قابل یادآوری است که این نوع قبولی را تنها تقریباً 1% از پناهجویان می توانند به دست آورند و این نوع قبولی به شهروندان کشورهای امن که با سفر به آلمان به طور زمینی از این کشورها به آلمان می آیند به هیچ صورت دادن نمی شود. بعد از بدست آوردن این نوع قبولی به اداره خارجی ها یا Ausländer Behörde مربوطه تان مراجعه کرده و این نتیجه اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان را با خود به این اداره برده و به اجازه اقامت سیاسی 3 ساله آلمان در این اداره درخواست دهید. و برای شما از طرف این اداره اجازه اقامت سیاسی 3 ساله داده شده و پاسپورت آبی نیز برایتان داده می شود. با این نوع اجازه اقامت
شما بدون کدام محدودیت در هر رشته کاری که خواسته باشید می توانید کار کنید. در رابطه با بعضی از حقوق و وجایب دیگر این نوع قبولی، من قبلا در همین کانال یوتیوبم بعضی ویدیوهای را نشر کردم. به طور مثال در رابطه با آوردن اعضای خانواده با این نوع قبولی تحت شرایط آسانتر نسبت به تعداد از اجازه اقامتهای دیگر و یا به طور مثال امکان به دست آوردن اقامت دائم و پاسپورت آلمانی بعد از مدت نسبتاً کوتاه‌تر نسبت به بعضی از اجازه اقامتهای دیگر و غیره. در صورتی که شما قبولی 3 ساله مطابق به کنوانسیون ژنوا یعنی فلوشلینگز ایگنشافت و یا فلوشلینگز انرکنونگ به دست بیاورید، در نتیجه یعنی بیشاید درخواست پناهندگیتان که آن را از طرف اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان به دست میآورید نوشته می باشد که دی فلوشلینگز ایگنشافت ورد سو ارکنت. این نوع قبولی به اساس کنوانسیون پناهندگی ژنوای سال 1951 که یک معاهده بین المللی می باشد به پناهجویان داده می شود. به همین دلیل قبولی که به اساس این کنوانسیون به دست آورده می شود به نام حفاظت بین المللی یعنی اینترنشنال شوتس نیز نامیده می شود. این نوع قبولی به اساس این کنوانسیون به افراد داده می شود که به دلیل تحت تعقیب بودن از طرف دولت کشورشان و یا هم از طرف عناصر غیر دولتی در کشورشان به خاطر نژاد، دین و یا مذهب، ملیت و یا هم تعلق داشتن افراد به یک گروه خاص اجتماعی و یا به خاطر نظر سیاسیشان در کشور مبدأشان تحت تعقیب قرار داشته و از کشورشان به این دلیل فرار کرده باشند. قابل یادآوری است که این شرایط در بند اول ماده 3 قانون پناهندگی آلمان نیز درج گردیدند و اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان در تصمیم گیری های خود در رابطه با درخواست های پناهندگی افراد از این شرایط نیز استفاده می کند. بعد از به دست آوردن این نوع قبولی نیز به اداره خارجی ها یا آسلند بیهورده مربوطه تان مراجعه کرده و این نتیجه اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان را با خود به این اداره برده و به اجازه اقامت 3 ساله مطابق به کنوانسیون ژنوا در این اداره درخواست دهید و برای شما از طرف این اداره اجازه اقامت 3 ساله مطابق به کنوانسیون ژنوا داده شده و پاسپورت آبی نیز برایتان داده می شود. با این نوع اجازه اقامت شما بدون کدام محدودیت در هر رشته کاری که خواسته باشید می توانید کار کنید. در رابطه با بعضی از حقوق و وجایب دیگر این نوع قبولی، من قبلا در همین کانال یوتیوبم بعضی ویدیوهایی را نشر کردم. به طور مثال در رابطه با آوردن اعضای خانواده با این نوع قبولی تحت شرایط آسانتر نسبت به تعداد از اجازه اقامتهای دیگر و یا به طور مثال امکان به دست آوردن اقامت دائم و پاسپورت آلمانی بعد از مدت نسبتاً کوتاه‌تر نسبت به بعضی از اجازه اقامتهای دیگر و غیره. بله دوستان عزیز، اگر شما یکی از این دو نوع قبولی ها را به دست آورده اید و کار نمی کنید و تا حال از اداره سوسیال حقوق می گرفتید، با به دست آوردن یکی از این دو نوع از قبولی ها و اجازه اقامت و یا تاییدی معقد برای به دست آوردن اجازه اقامت یعنی فول لایف یا بیشاینگونگ از اداره خارجی ها باید به جاب سنتر مربوطه خود مراجعه کرده و از این به بعد از آنجا حقوق به دست بیاورید. البته اگر تا هنوز در کورس انتگراسیون زبان آلمانی اشتراک نکرده باشید، از طرف اداره خارجی ها برای شما اجازه اشتراک در کورس های انتگراسیون زبان آلمانی داده می شود. و اگر آن را از این اداره به دست نیاوردید، خود شما نیز می توانید درخواست اجازه کورس انتگراسیون را در اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان داده
و اجازه کورس انتگراسیون زبان آلمانی را از آنجا به دست بیاورید. و اگر در یکی از کمپ های مهاجرین زندگی می کنید، می توانید برای خود بیرون از کمپ خانه پیدا کرده و قبل از امضای قرارداد خانه آن را به جاب سنتر تسلیم کنید و در صورتی که کرایه خانه مذکور مطابق به معیارهای تعیین شده جاب سنتر برای کرایه خانه ها در شهر شما باشد، جاب سنتر مذکور کرایه خانه شما را داده و پول پیشکی خانه یعنی کاسیون خانه شما را نیز به صورت قرضه به عهده می گیرد و شما می توانید خانه را به کرایه بگیرید. البته که پول پیشکی یعنی کاسیون خانه را بعدا جاب سنتر از حقوق ماهانه شما به طور قسطی دوباره از شما می گیرد. بله دوستان عزیز، تشکر از این که مرا تا اکنون همراهی کردید. اگر در این مورد سوالی داشته باشید می توانید آن را در پایین همین ویدیو بنویسید و من کوشش خواهم کرد تا به زودترین فرصت به سوالاتتان پاسخ ارائه کنم. تا ویدیو بعدی، خداوند یار و مددگارتان.